پیش از شروع ویدیو جا داره از حامیان مالی کانال تشکر کنیم. اگه برای اولین باره که به کانال ما سر میزنید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای دیگه ما رو هم ببینید. در 10 فوریه سال 1857، اوترام پس از تجدید قوا، نیروهای خود را به سوی بندر مهمره حرکت داد. او باور داشت که غیر از نیروهای مستقر در شهر مهمره و سپاه تحت امر میرزا محمد خان، دولت ایران قادر نخواهد بود که نیروی بیشتری به جنوب اعزام کند. بنابراین مهمره به سادگی سقوط خواهد کرد. مهمره از نظر استراتژیکی اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌های اوترام برای شکست ایرانیان و کشیدن ایشان به پای میز مذاکره داشت. او می‌خواست با فتح این شهر خود را به ایل بختیاری و فیلی که رابطه خوبی با دولت مرکزی نداشتند برساند و با ایشان بر علیه دولت مستقر در تهران متحد شود. همچنین بندر مهمره مرکز اقتصادی مهمی در جنوب ایران بود. اوترام عقیده داشت که این اقدام باعث خواهد شد ایرانیان دست از جنگ بکشند. در طرف دیگر جنگ، میرزا محمد خان توانسته بود سپاهیان ایران در جنوب را به 27 هزار تن افزایش دهد. هدف وی بیرون کردن نیروهای بریتانیایی از بوشهر بود. به همین منظور یک رشته عملیات پارتیزانی را بر علیه مواضع انگلیس در بوشهر ترتیب داد، اما نتوانست نتیجه خاصی به دست آورد. هنگامی که وی دریافت نیروهای انگلیسی به فرماندهی اوترام به سمت مهمره حرکت کرده اند، سپاه را سان داد و برای نجات مهمره به راه افتاد. در 8 مارس سال 1857، کشتی‌های بریتانیایی از طریق اروندرود خود را به نزدیکی بندر مهمره رساندند. میرزا آقاخان نوری در همان روزهای آغازین جنگ دستور اکید داده بود که قوای ایرانی نباید در محدوده آتش توپخانه سنگین ناوگان انگلیس با دشمن روبرو شوند. با وجود این، خان لرمیرزا به گفته صدر اعظم توجهی نکرد و نیروهای خود را بیرون از شهر آرایش داد. خان لرمیرزا عموی ناصرالدین شاه و 17 پسر عباس میرزا بود که حال وظیفه دفاع از مهمره را بر عهده داشت. او که پیشتر از حرکت نیروهای انگلیسی آگاه شده بود، خود را برای مقابله با ایشان آماده می کرد. هدف او این بود که توپخانه خود را در حاشیه ساحلی رود اروند مستقر کرده و به محض دیده شدن کشتی‌های انگلیسی آنها را زیر آتشباری خود گرفته و نابود کند. به همین منظور نیروهای ایرانی فوری مشغول سنگربندی و مستقر کردن توپخانه شدند. خط آتش توپهای ایرانی از ورودی رود کارون به اروند کشیده می شد و تا شمال مهمره و روی جزیره‌ای که در اروند رود قرار داشت ادامه می یافت. تعدادی از توپها نیز بر روی دیوارهای دژ قرار گرفته بودند. در مجموع شمار توپهای سپاه خان لرمیرزا به 30 اراده می رسید. با رسیدن خبر نزدیک شدن کشتی‌های انگلیسی، خان لرمیرزا دستور داد تا 3000 نیروی پیاده و بخشی از نیروهای سواره در خط ساحلی رود، طوری که از کشتی‌های انگلیسی قابل رویت باشند، رژه بروند. خان لرمیرزا می‌خواست با این کار قدرت خود را به رخ نیروهای انگلیسی بکشد. ظاهراً این اقدام وی نتیجه بخش بود. کشتی‌های شناسایی انگلیسی که خود را جای کشتی‌های تجاری جا زده بودند، هنگامی که موقعیت مستحکم ایرانیان را دیدند، به اوترام گزارش دادند که سپاه ایران قوی و به خوبی ساحل را سنگربندی کرده است. اوترام با شنیدن این خبر دستور داد حمله را تا رسیدن نیروهای کمکی متوقف کنند. خان لرمیرزا موفق شده بود
زمان بیشتری برای مستحکم کردن جایگاه خود و همچنین رسیدن نیروهای کمکی بخرد. اما از بداقبالی ایرانیان، نیروهای کمکی فاصله زیادی تا محمره داشتند. در 15 مارس کشتی بخار بیرنیس به همراه هنگ هایلندر نیروهای بریتانیا را تقویت کرد. در 17 مارس کشتی پایونر نیز با اخباری ناگوار به بندرگاه رسید. اینطور که مشخص شد سرلشکر استاکر در شب 14 مارس خودکشی کرده بود. منابع رسمی دولت ایران این خودکشی را نتیجه شکست قوای انگلیس در نبرد خوشاب ذکر کردند. اما منابع انگلیسی اینطور گزارش کردند که ظاهراً مخالفت استاکر با برنامه‌های اوترام برای پیشروی بیشتر در خاک ایران منجر به این اقدام شده است. برخی دیگر از منابع نیز این خودکشی را نتیجه اقدامات محمد میرزا در بوشهر و فشار سنگین دفاع از مواضع لشکر انگلیس در مقابل نیروهای ایرانی می‌دانند. صرف نظر از اینکه دلیل خودکشی استاکر چه بود، مرگ وی باعث شد که اوترام شخصاً به بوشهر رفته و وظیفه حمله به محمره را به سرهنگ جان جیکوب واگذار کند. تا روز 25 مارس نیروهای انگلیسی در جای خود باقی مانده و هر روز اسب و سرباز بیشتری را به منطقه می آوردند. در شب 25 مارس انگلیسی ها عملیات نظامی خود را آغاز کردند. 2 خمپاره 8 اینچی و 2 خمپاره 5 اینچی به شمال فرستاده شد تا بر روی جزیره پیاده شده و توپخانه شمالی قوای ایران را هدف قرار دهند. هنگامی که نیروهای انگلیسی به جزیره رسیدند، متوجه شدند که خاک آن نرم و بادلاقی است. این شرایط به هیچ وجه برای مستقر کردن خمپاره مناسب نبود. مهندسین بریتانیایی برای حل این مشکل خمپاره ها را به پشت جزیره بردند و آنها را در قایق های چوبی قرار دادند تا امکان شلیک فراهم شود. نبرد در سپید دم 26 مارس با شلیک خمپاره های انگلیسی آغاز شد. از بداقبالی ایرانیان، فرمانده توپخانه شمالی زیر آتشباری نیروهای انگلیسی از پای درآمد. این رویداد ناگوار باعث سردرگمی نیروهای ایرانی شد. برای دقایقی آنها نمی توانستند تشخیص دهند که از کدام سوی مورد حمله قرار گرفتند. بالاخره در ساعت 6 صبح بود که توپچیان ایرانی نیز آتش گشودن را آغاز نمودند. سرهنگ جیکوب تا اوضاع را چنین دید، برای حمایت از خمپاره ها به 7 فروند از کشتی های خود دستور پیشروی داد. کشتی های غول پیکر انگلیسی به پیش رفته و دروازه های جهنم را به روی نیروهای ایرانی گشودند. توپچیان ایرانی نیز فوری دست به مقابله زدند. سر و صدای ایجاد شده از آتشباری توپخانه ایران و انگلیس باعث شده بود که تعدادی از عرب‌های ساکن در قلمروی عثمانی برای تماشای نبرد در صحنه حاضر شوند. از بداقبالی ایشان گلوله یکی از توپ‌های ایرانی به خطا رفته و به ایشان برخورد کرد. این امر باعث متفرق شدن آنها شد. برای 3 ساعت کشتی‌های انگلیسی و توپخانه ایران به تیراندازی بر روی یکدیگر ادامه دادند. در این بین ایرانیان توانستند به کشتی کومودور که حامل هایلندرهای انگلیسی بود ضربه قابل توجهی وارد کرده و تعدادی از هایلندرها را زخمی و تعدادی دیگر را به کام مرگ بفرستند. این در صورتی بود که سنگرها و مواضع ایرانی به شدت زیر گلوله باری کشتی‌های انگلیسی آسیب دیده بود. در نهایت بخشی از نیروهای انگلیسی در شمال محمره از کشتی‌های خود پیاده شده و پس از گذشت 1 ساعت آماده پیشروی به سوی شهر شدند. نیروهای ایرانی که وضعیت نابسامانی داشتند، مقاومت بیشتر را صلاح ندانسته و عقب نشینی کردند.
شمار کشته شدگان ایرانی بنابر گزارش لسان الملک 70 تن بود، هرچند که این رقم میتواند بیشتر هم بوده باشد. در طرف مقابل 41 تن از نیروهای انگلیسی در حین نبرد کشته شده بودند. با پیروزی در محمره نیروهای انگلیسی به پیشروی ادامه داده و تا 1 آوریل موفق شدند اهواز را نیز اشغال کنند. اوترام برای پیشروی بیشتر در خاک ایران برنامه می‌ریخت که خبر صلح به وی رسید. در واقع عهدنامه پاریس در 4 مارس، یعنی همزمان با حرکت نیروهای انگلیسی به سمت محمره بین ایران و انگلیس امضا شده بود. اما از آنجایی که خبر این صلح هنوز به جنوب نرسیده بود، درگیری میان دو طرف به مانند سابق ادامه داشت. تلاش های امین الملک و ملکم خان برای جلب نظر فرانسه و دیگر دولت های اروپایی نتیجه مطلوبی برای ایران داشت. در طی مذاکرات دولت فرانسه به عنوان میانجیگر مشاورهای خوبی به ایرانیان میداد. اینکه ناصرالدین شاه توانسته بود در اوج قدرت های امپریالیستی با انگلیس وارد جنگ شود و هم تاج و تخت خود را حفظ کند و هم مملکت را یک پارچه نگه دارد، دستاورد کوچکی نبود. نیروهای انگلیسی فوری قوای خود را از ایران بیرون کشیدند. همچنین لحن ایشان در مذاکرات آشتی جویانه بود. از نظر اکثر نمایندگان پارلمان انگلیس، موری مقصر این جنگ شناخته شده بود. با وجود آن که عهدنامه پاریس فصلی تلخ در تاریخ ایران است، اما به طور کلی نباید آن را به معنای شکست ایرانیان دانست. نخست آن که برخلاف میل دولت انگلیس که می‌خواست نوری از صدر اعظمی کنار رود، وی در جایگاه خود باقی ماند. دوم، با اینکه هرات از ایران جدا شد و ایران قبول کرد که دیگر هیچ ادعایی نسبت به آن نداشته باشد، اما مرزهای ایران در خراسان تثبیت شد. باید توجه داشت که در این زمان قوانین ترکمن و شورش‌های پی در پی باعث شده بود که دولت مرکزی کنترل کاملی روی خراسان نداشته باشد. با این وجود این عهدنامه مرزهای شرقی ایران را به رسمیت می‌شناخت. سوم، که دولت انگلیس موظف شده بود که از دست درازی افغانها به داخل خاک ایران جلوگیری کند و این حق به ایرانیان داده شده بود که در صورت وقوع چنین حادثه‌ای به جنگ با افغانها بپردازند، هرچند نمی توانستند تصرفاتی در خاک ایشان داشته باشند. اما از همه مهمتر مسئله تحت الحمایگی بود. یکی از عوامل مهم آغاز جنگ، دادن حق تحت الحمایگی توسط دولت انگلیس به رجال سیاسی ایرانی بود. این اقدام دولت انگلیس، جدای از این که به شأن و منزلت تاج و تخت آسیب می‌رساند، این قدرت را به دولت انگلیس می‌داد که در امور داخلی ایران دخالت کرده و علیه تصمیمات و اقدامات دولت ایران کارشکنی کنند. به موجب عهدنامه پاریس، دولت انگلیس پذیرفت که از حق تحت الحمایگی صرف نظر کند. عهدنامه پاریس به مانند ترکمنچای و گلستان قلب هر ایرانی را به درد می آورد. به موجب این قرارداد، هرات که پایتخت شرقی ایران قلمداد می شد، به صورت رسمی از ایران جدا شده و ایران قبول کرد که دیگر هیچ ادعایی نسبت به این شهر نداشته باشد. هرات که پس از مرگ نادرشاه افشار از دولت مستقر در ایران جدا افتاده بود، با تلاش ناصرالدین شاه و دیگر شاهزادگان قاجار بار دیگر هرچند کوتاه به ایران بازگشته بود. اما با ورود انگلیس، بزرگترین قدرت قرن 19 به جنگ، ورق به ضرر ایرانیان برگشت. پافشاری ناصرالدین شاه و دلاوری ایرانیان نتوانست در مقابل مدرن‌ترین ارتش آن روزگار کاری از پیش ببرد. ایرانیان شکست خورده و هرات از ایران جدا شد.